پاپ جدید برزیل را به عنوان مقصد اولین سفر خارجی خود انتخاب کرده است. کشوری که بیشترین جمعیت کاتولیکای جهان را در خود جای داده است. این انتخاب ممکن است بازتاب دهنده نگرانی های کلیسای کاتولیکای جهان در واتیکان نسبت به کاهش نفوذ این مذهب در برزیل هم باشد. در 30 سال گذشته شمار پیروان مذهب کاتولیک به طور پیوسته کاهش داشته است. این مسئله مایه نگرانی سر اسقف اعظم ساو پائولو هم شده. او میگوید ما انتظار داریم که پاپ جدید به گسترش کلیسای کاتولیک کمک کند. مثلا بتواند راه‌های جدیدی برای اضافه کردن پیروان مذهب کاتولیک پیدا کند. برای بسیاری دیدار پاپ فرانچسکو از برزیل یادآور دیدار تاریخی پاپ ژان پل دوم از این کشور در سال 1980 است. دهه 80 دهه طلایی کلیسای کاتولیک به شمار می‌رفت. حدود 90% از جمعیت 120 میلیونی برزیل در آن زمان پیرو مذهب کاتولیک بودند و فقط 7% پیرو مسیحیت انجیلی، در حالی که امروز 65% پیرو مذهب کاتولیک هستند. از آن زمان تا کنون به طور پیوسته از شمار کاتولیک ها کاسته شده و به شمار پیروان مسیحیت انجیلی اضافه شده است. اما پرسش اینجاست که چه عواملی باعث افول مذهب کاتولیک در برزیل شده است؟ بدون تردید یکی از این عوامل پرونده سوء استفاده جنسی کشیش های کاتولیک از کودکان بود. از دید بسیاری از مردم برزیل، کلیسای کاتولیک به نوعی کلیسای اشراف به حساب می آید و فاصله بسیار زیادی با زندگی روزمره مردم عادی این کشور دارد. از سوی دیگر اوانجلیست ها توانستند از این خلأ به خوبی استفاده کنند. یکی از کاتولیکای سابق که حالا اوانجلیست شده است میگوید من هر یک شنبه در مراسم عشای ربانی در کلیساهای کاتولیک شرکت میکردم، اما خلأی احساس میکردم. تا اینکه به دعوت دوستان اوانجلیستم به کلیسای آنها رفتم. از آن لحظه بود که من عمیقا عیسی مسیح را پذیرفتم. پاپ فرانچسکو از روزی که به عنوان رهبر کاتولیکای جهان انتخاب شد، تلاش کرده که از هر فرصتی برای آشتی مردم عادی با کلیسا استفاده کند. او می‌خواهد بگوید که کلیسا با رنج مردم آشناست. پاپ از دو منطقه در شهر ریو دو ژانیرو که اوانجلیست‌ها در آن نفوذ زیادی دارند، دیدار خواهد کرد تا این پیام را به کاتولیک‌ها برساند. این پسر کاتولیک مذهب میگوید امیدوارم که دیدار پاپ مردم را متحدتر از قبل کند. مردم این منطقه حتی با هم صحبت نمی‌کنند. پاپ فرانچسکو در اینجا و در مقابل این صلیب بزرگ مراسم عشای ربانی یک شنبه شب را برگزار خواهد کرد.